آشنایی با منوی فایل در نرم افزار پاورپوینت. در این بخش از آموزش نرم افزار پاورپوینت نسخه 2019 می‌خوایم با منوی فایل آشنا بشیم. وقتی که برنامه پاورپوینت رو اجرا می‌کنیم و تمی که مد نظرمون هست رو انتخاب می‌کنیم، به صورت دیفالت و پیش‌فرض با همچین محیطی مواجه می‌شیم که در منوی هوم قرار داریم. برای دسترسی به منوی فایل روی فایل کلیک می‌کنیم و به این ترتیب وارد این بخش میشیم که همونطور که میبینیم در قسمت سمت چپ برای ما مواردی رو در اختیارمون قرار میده که میتونیم با استفاده از اون مدیریت مربوط به فایل ارائه خودمون رو داشته باشیم. در این قسمت، در قسمت اوپن هم میتونیم مشخص کنیم که فایلی رو که میخوایم ذخیره کنیم برای مثال، یا حتی فایلی رو میخوایم فراخوانی کنیم، میتونیم از این قسمت از هر کدوم مواردی که در اینجا وجود داره اون رو انتخاب کنیم و از این مسیرها فایل مورد نظر خودمون رو فراخوانی کنیم و یا در این مسیرها ذخیره کنیم. در صورتی هم که ارائه هایی رو از قبل داشته باشیم و در حال اجرا باشه، میتونیم در این قسمت اون رو داشته باشیم و فقط میتونیم با انتخاب اونها اون رو در مکانی که مد نظرمون هست ذخیره کنیم و یا وارد فولدر بشیم و در صورت اینکه اخیراً فولدری رو جهت ذخیره فایل خودمون استفاده کرده باشیم، میتونیم اون رو در این قسمت مشاهده بکنیم. در ستون سمت چپ نماد دایره و فلشی که وجود داره رو مشاهده میکنیم که اگر من روی این مورد کلیک کنم مجددا به محیط پروژه خودم برمیگردم. مجددا برای منوی فایل کلیک میکنم و در این قسمت در ستون سمت چپ قرار میگیرم. مورد اول اینفو هستش که با انتخاب اینفو ما در اینجا اطلاعاتی رو در اختیار داریم که اطلاعاتی رو در مورد ارائه‌ای که داریم انجام میدیم در اختیارمون قرار میگیره. همونطور که میبینیم نام پروژه ما هم در اینجا، چون هنوز من تعریف نکردم، همچنان پرزنتیشن 1 هستش و اطلاعات مربوط به این ارائه در اینجا وجود داره. همونطور که میبینیم پروپرتیز، خصوصیات مربوط به این ارائه در اینجا وجود داره که اندازه، تعداد اسلاید ها، تعداد اسلاید های مخفی، تایتل ها و دسته‌بندی ها وجود داره و همچنین نام نویسنده که داره این ارائه رو ایجاد میکنه هم در این قسمت وجود داره که میتونید اطلاعات مربوط به اون رو در اختیار داشته باشین. در قسمت سمت چپ هم همونطور که میبینیم مواردی رو برای ما مشخص میکنه که با انتخاب هر کدوم از اونها به ما میگه که چه امکانی رو میتونیم در مورد این ارائه خودمون داشته باشیم. برای مثال پروتکت پرزنتیشن، میتونیم کسایی که این پرزنتیشن خودمون در اختیارشون قرار میدیم رو مشخص کنیم و کنترل کنیم که چه تغییراتی رو میتونن روی اون ارائه داشته باشن. و موارد دیگه مثلا inspect presentation که قبل از اینکه ما این فایل خودمون رو بخوایم به اشتراک بذاریم و اون رو منتشر کنیم باید چه مواردی شامل بشه، که همونطور که می‌بینید باید حتما نام نویسنده شامل اون بشه و همچنین مشخص کنید افرادی که با معلولیتی هستن نمیتونن این نوشته شما رو بخونن. در قسمت بعد manage presentation هستش که در اینجا در صورت اینکه بخوایم پرزنتیشن یا ارائه خودتون رو مدیریت کنید با استفاده از این قسمت میتونید کار رو انجام بدین، که در حال حاضر چون هیچ تغییراتی رو من در مورد این پروژه سیو نکردم در اینجا چیزی برای ما نمایش داده نمیشه. بنابراین میتونید از این قسمت اطلاعات مربوط به پرزنتیشن خودتون رو داشته باشین. مورد بعد نیو هستش که با انتخاب این مورد ما میتونیم یک فایل جدید یا یک داکیومنت جدیدی رو ایجاد کنیم. برای مثال من روی اون کلیک میکنم و همونطور که میبینیم وارد این محیط میشیم و میتونیم تم و تمپلیتی که مد نظرمون هست هر کدوم رو که تمایل داشته باشیم انتخاب کنیم. برای مثال روی این مورد من کلیک میکنم و همونطور که میبینیم با انتخاب این مورد تمامی ورژن های دیگه یا به عبارتی با رنگ های دیگه در اختیار ما قرار میگیره و هر کدوم که مد نظرمون بود رو میتونیم انتخاب کنیم و با کلیک برای کرییت اون رو در محیط پروژه خودمون داشته باشیم. مجدداً وارد منوی فایل میشم. مورد بعدی اوپن هستش. برای اوپن اگر کلیک کنم همونطور که میبینیم مجددا وارد این بخش میشیم و از این قسمت میتونیم اسلاید هایی رو که در مسیرهایی که مد نظرمون هست ذخیره کردیم رو داشته باشیم و اون رو وارد محیط نرم افزار پاورپوینت بکنیم، که در اینجا میبینیم که ریسنت وجود داره و میبینیم اخیرا در این موارد ممکنه که شما ارائه خودتون رو ذخیره کرده باشین، که وان درایو ممکنه شما ارائه خودتون ذخیره کرده باشین یا در مای کامپیوتری که از فولدرها و درایف ها ذخیره کرده باشین، یا میتونید از این قسمت با انتخاب اد پلیس یک مکان جدیدی رو تعریف کنید که از این پروژهاتون در اون قسمت قرار بگیره، و یا با انتخاب بروز میتونید جستجو کنید که در کدام مسیر بوده پروژهتون.
با انتخاب سیو و سیو از میتونید پروژه خودتون رو ذخیره کنید. تفاوت سیو و سیو از در این هستش که در صورت اینکه شما بخواید پروژهتون رو در مکان مشخصی ذخیره کنید و با نام خاصی میتونید سیو از رو کلیک کنید و در مسیر مورد نظر هدایت بشین و اونجا ذخیره کنید. و در صورتی که در حین کارتون دارین پیش میرین، اگر بخواید که فقط ذخیره بشه و مکانش از قبل مشخص شده، کافی که بر روی سیو کلیک کنید. در صورتی هم که تاریخچه در مورد ارائه وجود داشته باشه، آیکون مربوط به هیستوری در اینجا فعال خواهد بود و شما میتونید در این مورد اطلاعاتی رو داشته باشید. اگر بخواید از پروژه خودتون پرینت بگیرید، بر روی پرینت کلیک میکنید و از این قسمت میتونید پرینتی رو از ارائه خودتون داشته باشید. دقیق بفهم که در قسمت پرینتر دراپ لیستی وجود داره که شما میتونید از این قسمت حتی به صورت PDF هم از پروژه خودتون خروجی بگیرید که با انتخاب برای مثال فاکسید ریدر PDF پرینتر میتونید با انتخاب این مورد یا مایکروسافت پرینت تو PDF از پروژه خودتون یک PDF رو داشته باشید. و در اینجا میتونید تعداد صفحات اون رو مشخص کنید که از چه صفحاتی پرینت گرفته بشه. با انتخاب شیر میتونید مشخص کنید که توسط چه ابزاری پروژه شما به اشتراک گذاشته بشه. برای مثال میتونید با اپ پیپل پروژه خودتون رو به اشتراک بذارید و همونطور که میدونید اپ پیپل در ویندوز 10 وجود داره و همونطور که گفتیم مایکروسافت آفیس نسخه 2019 فقط در ویندوز 10 قابل اجرا هست. در صورتی که بخواید از طریق ایمیل پروژه خودتون رو به اشتراک بذارید، این آیکون رو انتخاب میکنید. و در صورتی که بخواید به صورت آنلاین نمایش بدید، با انتخاب پرزنت آنلاین میتونید این کار رو انجام بدید. و همچنین می‌بینیم که در این قسمت با انتخاب هر کدوم از مواردی که در سمت چپ هست، استپ به استپ به ما میگه که به چه نحو میتونیم این کار رو انجام بدیم. که همونطور که می در مورد پیپل گفته که در ابتدا فایل خودمون رو باید در واندرایو ذخیره کنیم و بعد داکیومنت خودمون رو شیر کنیم که با انتخاب سیو تو کلاود میتونیم اون رو در واندرایو سیو کنیم. با انتخاب ایمیل می‌بینیم که در اینجا برام مشخص می‌کنه که ما میتونیم به چه صورت این ارائه خودمون رو ارسال کنیم، به صورت PDF ارسال کنیم یا XPS ارسال کنیم یا به صورت فکس میتونیم اون رو ارسال کنیم. پرزنت آنلاین رو اگر کلیک کنم، در اینجا هم میتونیم مراحلی که به ما این اجازه رو میده که ما بتونیم به صورت آنلاین ارائه خودمون رو شیر کنیم رو در اختیارمون قرار میده که کافیه مواد رو مطالعه بفرمایید و قدم به قدم متناسب با چیزی که در اینجا گفته اون رو پیش ببرید. مورد بعد اکسپورت هستش که همونطور که میبینید اکسپورت در اینجا برای ما موارد رو قرار داده که اکسپورت خروجی هستش که ما از فایل پاورپوینت خودمون میگیریم. اگر ما بخوایم به صورت سند PDF یا XPS باشه، مورد اول رو انتخاب میکنیم که میبینیم که وقتی اون رو انتخاب میکنیم در روبروی اون در این قسمت مراحلی که میتونیم با استفاده از این فایل پروژه خودمون رو به صورت خروجی داشته باشیم در اینجا برای ما نمایش داده میشه که میتونیم اون رو مطالعه کنیم و طبق این موارد پیش ببریم. اگه بخوایم به صورت ویدیو خروجی داشته باشین، کرییت ویدیو رو کلیک میکنیم و همونطور که میبینیم در اینجا هم برای ما مراحل گفته شده و همچنین میتونیم مشخص کنیم که به چه فرمتی برای ما ذخیره بشه. اگه بخوایم به صورت پکیج روی سی دی ذخیره بشه، میتونیم این آیکون رو انتخاب کنیم و مراحل رو پیش ببریم. اگه بخوایم هندز آوت باشه به این صورت، و اگه بخوایم که نوع فایل خودمون رو تغییر بدیم به این صورت ریون کلیک میکنیم و اون رو از حالت فایل پاورپوینت که با پسوند .pptx هستش میتونیم فرمت های دیگه ای رو برای اون در نظر بگیریم. میتونیم اون رو به صورت ایمیج داشته باشیم و هر کدوم از مواردی که در اینجا وجود داره میتونیم انتخاب کنیم. با انتخاب کلوز میبینیم که این قسمت بسته میشه و ارائه ما هم در اینجا بسته میشه و ما میتونیم یک پروژه جدید رو با انتخاب نیو در اینجا داشته باشیم. برای مثال من مورد کلیک میکنم و همونطوری که میبینیم در اینجا یک داکیومنت جدیدی برای ما ایجاد میشه. مجدداً وارد فایل میشم. در قسمت اکانت با انتخاب این مورد ما میتونیم در اینجا اکانتی رو که مربوط به خودمون هست ایجاد کنیم و تنظیمات مربوط به نرم افزار پاورپوینت خودمون و یا آفیسی که داریم با اون کار میکنیم رو داشته باشیم. که همونطور که میبینیم برای مثال ممکن برای شما سوال پیش بیاد که این طرحی که در این قسمت وجود داره به چه شکل در اینجا ایجاد شده، که اگر شما اکانت خودتون رو در اینجا
فعال کنید. همونطور که می‌بینید اگر شما در ابتدا نرم افزار خودتون رو نصب کرده باشین و قبل از اون هیچ تنظیماتی رو روی آفیسی که از قبل روی سیستم خودتون داشتین انجام نداده باشین، با انتخاب ساین این و ایجاد یک اکانت میتونید تنظیمات رو داشته باشین. که همونطور که می‌بینید آفیس بک‌گراند در اینجا برای من در حالت اسپرینگ هستش، که اگر من برای این درافیس کلیک کنم میتونم موارد دیگر رو در اینجا داشته باشم. و همونطور که هر کدوم از این موارد رو وقتی من روش با نشانگر موس میرم میبینیم که در قسمت بالا سمت راست موارد برای ما به این صورت تغییر پیدا میکنه. من این مورد انتخاب میکنم و همچنین میتونیم آفیس تم رو از اینجا مشخص کنیم که در اینجا در حالت کالرفول هستش. اگر بخوایم دارک گری باشه برای مورد کلیک میکنیم و میبینیم که محیط کار ما به این صورت تغییر رنگ میده. و اگر بلک رو انتخاب کنم به این صورت، و اگر وایت رو انتخاب کنم به این صورت، و اگر کالرفول رو انتخاب کنم برای ما رنگ های مختلفی که متناسب هست با هم رو در اینجا نمایش میده. و تنظیمات دیگه که از این قسمت در اختیار ما قرار میگیره و اطلاعاتی رو برای ما مشخص میکنه. فیدبک هم که در اینجا وجود داره ما میتونیم در اینجا نظرات خودم رو در مورد بر مثلا پاورپوینت نسخه 2019 که داریم استفاده میکنیم از این طریق ارسال کنیم و با کارکنان مایکروسافت در تعامل باشیم. و مورد آخر آپشنز هستش که با انتخاب این مورد ما میتونیم تنظیمات مربوط به پاورپوینت خودم رو داشته باشیم که شامل جنرال، پروفینگ، سیو، لنگویج و موارد دیگه هستش که میتونیم از این قسمت بر مثال زبانی که داریم با اون کار میکنیم روی سیستم، در صورت اینکه برخی از قسمت‌ها مچ نباشن، برای مثال ممکنه ما بخوایم عدد فارسی رو وارد بکنیم و به صورت لاتین یا انگلیسی وارد نشه، میتونیم از این قسمت‌ها این موارد رو تنظیم کنیم. برای مثال ایز آف اکسس هم در اینجا میتونیم ما دسترسی سریع رو و آسانی رو داشته باشیم. در قسمت ادوانس هم میتونیم تنظیمات دیگه رو داشته باشیم. کاستماایز ریبن ها هم میتونیم در اینجا هم داشته باشیم که همطور که در قسمت قبل توضیح داده شد میتونیم از این قسمت ریبن مخصوص به خودمون رو طراحی کنیم که ببینیم که چه مواردی رو برای ما نمایش بده. و یا کویک اکسس تولبار رو هم میتونیم از این قسمت تنظیم کنیم که چه مواردی رو در تولبارمون نمایش داده بشه. ادینز هم در اینجا موارد مختلفی رو در اختیار ما قرار میده که ما میتونیم مایکروسافت آفیس خودمون رو در اینجا ببینیم و مدیریت بکنیم. و به این ترتیب قسمت های مختلف که هر کدوم از اونها رو میتونیم متناسب با کاری که داریم و همچنین چیزی که مد نظرمون هست تنظیم کنیم. و در غیر این صورت اگر به همین صورت پیش‌فرض خود مایکروسافت آفیس و پاورپوینت میخوایم اجرا بشه و نیازی به تغییر نیست، میتونیم اون رو به همین صورت رها کنیم. در قسمت سیو همونطور که میبینیم میتونیم مسیری رو که میخوایم فایل ها برای ما ذخیره بشن همیشه مشخص بکنیم، که در اینجا میبینیم که میتونیم از این قسمت ها تنظیمات رو داشته باشیم. برای مثال در قسمت سیو فایلز این دیس فرمت میتونیم روی دراف لیست کلیک کنیم و مشخص کنیم که با چه فرمتی ذخیره بشه. میخوایم به صورت ماکرو ذخیره بشه که یعنی قادر باشه که به صورت ماکرو هم ارائه ما نمایش داده بشه و موارد دیگه. همچنین میتونیم به صورت خودکار اطلاعات برای ما هر 10 دقیقه ذخیره بشه و یا میتونیم این میزان رو کمتر و یا بیشتر کنیم. همچنین مسیری که فایل های ما به صورت خودکار میتونن ریکاوری بشن رو همچنین از این قسمت داشته باشیم. و موارد دیگه که هر کدوم از اونها میتونیم با مراجعه به اونها و مطالعه قسمت های مختلف اون تنظیمات رو داشته باشیم. و در نهایت که تنظیمات رو ما ایجاد کردیم برای اوکی کلیک میکنیم و به این ترتیب تنظیمات برای ما ست میشه. به این ترتیب با منوی فایل و امکاناتی که در اختیارمون قرار میده آشنا شدیم.